ما باید رفت آمد خارجیان رو به داخل کشور تسریع کنیم، برای این یارانه بدیم، نباید نگاه امنیتی داشته باشیم، نباید یک استاد خارجی که به ایران میاد خدای نکرده احساس کنه میخواد جاسوسی کنه، ما نظارت کنیم، اجازه بدیم به راحتی استاد محقق دانشمند بیاد و بره، از این توانایی استفاده کنیم. ما در داخل کشور ظرفیت های بسیار برجسته داشتیم داریم، چقدر از این ظرفیت برای ارتقای سطح روابط استفاده کردیم؟ جناب آقای هاشمی رفسنجانی یکی از استوانه‌های انقلابه، روابط بسیار حسن و دیرینه رو با کشورهای اسلامی داره، چقدر از این وجود ارزنده برای ارتقای روابط با کشورهای اسلامی استفاده کردیم؟ جناب آقای خاتمی مبتکر گفتگوی تمدن‌ها که جز افتخارات ماست که در سازمان ملل به اتفاق آرا به تصویب رسید، روابط خوبی رو با کشور داره، چرا این از این عزیزان به عنوان سفرای عالی رتبه و به عنوان نماینده ویژه برای تقویت روابطمون استفاده نکنیم؟ ما توانایی خوبی داریم، پتانسیل خوبی داریم برای که روابطمون رو انشاءالله با دنیا، به خصوص با کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، و در حال حاضر که رئیس جنبش عدم تعهد هستیم، با همه 110 کشور عدم تعهد گسترش بدیم و بعد از اون انشاءالله به سراغ سایر کشورهای دنیا بریم برای که روابط خوبی رو داشته باشیم، که اگر روابط خوب برقرار بشه این کشور رو فشار میارن تا این مسئله سیاسی و این پرونده این پروژه سیاسی انشاءالله بسته بشه.